سلام سلام بچه ها، چطورین؟ قرار نبود که بعد از مدت ها اینجوری منو ببینین، ولی داری میبینین، چون این کاملا یه ویدیو فاکینگ یهویی و یه جورای انگیزشی طوره انگیزشی. بی هیچ دلیلی گفتم بذار یه ویدیو بذارم اینور. خیلی وقت چنل همینجوری افتاده، گفتم یه ویدیوی بذاریم، یه حال احوالی کنیم، یه صحبتی کنیم. سرما خوردم ناجو، یعنی وقتی باشگاه شروع کردم 24 دارم سرما میخورم چون شلوغه و کولرم روشن و اصلا یه وضعی. امروز خیلی دارم میخواست بیام یه هایی راجبه یه موضوعی صحبت کنم، راجبه این که واقعا آدما تغییر میکنن تو زندگیشون، قشنگ عوض میشه، هدفاشون تغییر میکنه، همه چیشون تو زندگی تغییر میکنه. ببینید چی میگم، اون مسیر بعضی وقتا تو رو تغییر میده به زور، بعضی وقتا خودت میخوای که تغییر کنی، بعضی وقتا یه آدمی وارد زندگیت میشه. اصلا دلایل مختلفی هست که تغییر میکنه همه چی تو زندگیت. یکی از تغییرهای بزرگ برای من که اصلا هیچ وقت فکرشو نمیکردم همین یوتیوب بود، این چنلم. واقعا هیچ وقت فکرشو نمی کردم این جرأت رو داشته باشم که بی خیال این چنل با 9 کاساب بشم و یه چنل جدید بزنم و دوباره فعالیت بکنم. خب چند سال تو این چنل زحمت کشیده بودم، اما تغییر و دست سرنوشت، واقعا از یه جا به بعد میبینی که اون تلاشی که داری میکنی، چون دست رنج زحمات تو نمیبینی، فکر کنم درست گفتم، واسه همین اون تغییره رو، اون ریسکه رو میکنی که بری واسه پیشرفت. میدونی چی میگم، از درجا زدنه و یه جا موندنه خسته میشی. همه این کارو کردم، حالا با مشورت کلیت دوستام و اینا همه گفتن که آره فکر کنم چنل جدید بزنی، چنلت فلان شده بیزار شده، بالاخره این کارو کردم. و خب خیلی الان راضیم، یعنی وضعیت چنل خیلی بهتر از این چنله، حداقل تو این 2-3 ماهی که چنل جدیدمو زدم. میدونی این چنل اینقدر سبک عوض کرد که داستان شد براش، و برای کسایی که میخوان تازه شروع بکنن این مسیر رو یا هر مسیر دیگه، یا تنوع طلبی رو بذار که تو یه کار قوی شو. اینو جدی دارم بهت میگم، یه کرکتر برای خود پیدا کن، یه چیز قوی شو، از این شاخه به اون شاخه نپر. یکی از اخلاقای بدم دقیقاً همین از این شاخه به اون شاخه پریدن هست. میدونی چی میگم، که خیلی دارم سعی میکنم کنترلش بکنم. این جدیدن خیلی بهتر شده، خیلی زیاد. اینو گذاشتم راستی گردنم، اینو داستانی نیست، اینو همینجوری میذارم که راحت باشه گردنم. گفتم این وسط بگم الان نگید طرف رفت بعد چند ماه اومد یهو چرا اینجوری شده. نه الان همون مریض سرما خوردم، دیروز رفتم سرومم بالای 40 درجه بود تبم، یعنی سرم قشنگ حالم بد. پرستار گفتم اتفاقات به خاطر اینه که ورزشکاری سرپا تونستی بیای بیمارستان سروم بزنی، هرکی دیگه بود اصلا نمیتونست وایس رو پاش بالای 40 درجه رو. ولی خب الان خدا رو شکر خیلی بهترم. دیگه زیر پتو بودم و نه گفتم بیام یه صحبتی باهاتون بکنم، ببینمتون. دلم تنگ شده بود براتون، میدونم که اهل اینجور چیزا نیستید که دعوتتون کنم چنل جدیدم، چون همه اینجا اکثرا بچه ها عشق رپ هن یا عشق چالش همه این داستان هم. خب چنل جدیدم اصلا ربطی نداره، چنل جدیدم بیای با خودم بیای ببینی، یعنی به خاطر خودم فقط با هم بیای، نه هیچ داستان دیگه. و دیگه همینا دیگه، خواستم در واقع همین اینو بیام بگم راجع به این سخنان انگیزشی، فاکینگ انگیزشی، که شل کن در مقابل تغییر، خیلی ریلکس برخورد کن باش، ریسک بکن تا قبل سی حد درقل، و تغییر پذیر باش، بگه انعطاف پذیر باش، اما از یه سبک و یه کارکتر خارج نشو به هیچ عنوان. اشتباهی که تو این چنل، این چنل اولم کردم من، همین بود متاسفانه. وای آدم تو مریضی حرف میزنه چقدر خسته میشه. بچه نظرتون چیه چند وقتی بار بیام اصلا این چنل رو این مدلی ببریم بالا، بیاییم توش شیر بگیم بیاد بالا، همینجور با هم دیگه گپ بزنیم خودمونی.
اگه لایو هم میذاشتم حال میشدم، میتونستم باهاتون صحبت کنم، ولی چون تا لایو نذاشتم نمیدونم مثلا چند نفر میومدن توش یا نه. ولی خب تو کامنت ها بنویسید، کامنت ها رو میخونم، همه رو من میخونم، فوش موش بد و بیرا خوب، همه رو من میخونم، یه سری جواب میدم یه سری نمیدم دیگه. ولی کامنت بذارید صحبت کنیم. ما گلوم امروز یکم درگیر شده، دیروز اوکی بودم، دیروز ساعت تب داشتم، امروز گلوم و آموزش بگیریم. و جدی اون پیج داشت، اون چنل هم خدایی بیاد کن با حاله، مثلا ولاگای باشگاه میذارم دیگه، چه میدونم با دوستان میایم و اون ولاگامو میذارم، یه سه ویدیو میگم، صحبت میکنم، جالبه دیگه، با مزه است. واقعا آدم بعضی وقتا یه کارایی میکنه که اصلا فکرشو نمیکنه، خیلی عجیب. یعنی الان که اینجوری داشتم نشستم دارم ویدیو میگم برای این چنل، به مهمی که قدیما از جون و دل براش مایه میذاشتم، کلی هزینه میکردم، کلی زحمت میکشیدم، ادیت های خوب و سنگین، وای زحمت اصلا به کنار، مخصوصا دوره چالش رو یادتونه، پاره میشدم انقدر، یعنی پاره میشدیم انقدر زحمت میکشیدیم سر ویدیوها. دوره موزیک هم که همش باید پشت سر هم میشستی موزیک ریاکشن میرفتی و اینا، خیلی خیلی زحمت کشیدم واسه این چنل. و الان فکر میکنم اینجوری نشستم دارم ویدیو ضبط میکنم براش، اصلا پشمای خودم میریزه، واقعا خیلی جالب و عجیبه برام. احتمالا اصلا اینو ادیت هم نکنم، بذارم شاید فقط یکم رنگ و نورش و اینا رو درست بکنم، چون الان خیلی بی رنگ و روه، نه رینگی هست نه هیچی. وای باورم نمیشه خدای من، فکر کنم من از این جره گذاشتم قطعا هر کسی میدونه از خیلی چیزا بگذره و راحت یه مسیر جدیدی رو شروع بکنه، مطمئنم، واقعا مطمئنم. از پولش، وا از مانیتایز شدن، میدونی مانیتایز شدن چند جایی چقدر سخته لعنتی، اون 4000 ساعت اون واچ تایم از همش سختره، لامسته دهنه اون سرش رو سر این تو 6 ماه مانیتایزش کردیم، ولی دیگه قید همه چی رو دادم دیگه، میگم پی همه چی رو به تنش طرف میماله، دقیقا من بودم. خلاصه که نمیگم لایک کنید و ساب کنید، کامنت رو بذار دوست دارم باید صحبت کنم، ولی لایک و ساب اینا دیگه اونقدر مهم نیست برام الان، کلی باور کن لایک بخورم الان که مهم نیست. چنل جدید هم مهمه، این چنل زیاد دیگه مهم نیست، این چنل تموم شد، نابوده، داغان، نمیجور میام بعضی وقتا توش چسکلکه میکنیم و همین چیزا. من دارم دیگه بیشتر صحبت نکنم، گلوم خیلی درد میکنه، درد نمیکنه، خیلی صحبت میکنم میخوارم، برم دیگه، دمتون گرم.